بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همونجوری که میدونید، مدت هاست که در ایران افرادی که فعال محیط زیست هستن به اصطلاح دستگیر میشن، مجازات میشن، حتی انقدر براشون شرایط رو دشوار میکنن که اونها در زندان مجبور به خودکشی میشن یا بعضی وقتا انقدر شکنجه میدن و اینها که از بین میرن، از دنیا میرن. من مدت ها بود که با آقایی به نام علیرضا مشهدی تماس میگرفتم در سوئد که بلکه بتونم با ایشون صحبتی داشته باشم و ایشون برای من و شما توضیح بدن که چرا ماجرا اینجوری هست و چرا دولت ایران، این حکومت آخوندی، با افرادی که فعال محیط زیست هستن سر دشمنی و عناد رو به اصطلاح داره و اونها رو مورد اذیت و آزار قرار میده. اجازه بدید من از ایشون تشکر کنم که این فرصت رو به من و شما دادن که پای صحبتشون باشیم و ببینیم که این آقای علیرضا مشهدی امروز در سوئد چه کار میکنه، از ایران به اونجا چگونه رسیده، شروع فعالیتشون از کی بوده، و بعد میپردازیم به چند تا سوال. اگر شما هم سوالی دارید میتونید در قسمت کامنت فیسبوک یا یوتیوب یا به وسیله تلفن و ایمیل با ما تماس بگیرید، شاید در برنامه‌های آینده ایشون به شما پاسخ بدن یا درباره نظرات شما صحبت کنن. آقای مشهدی، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یه مقداری از بیوگرافی یا شرح زندگی خودتون بگید و بعد از اون به ما بگید که شما چرا امروز ایران آفتابی رو باید رها کنید و در سوئد تاریک زندگی کنید. بفرمایید. درود میفرستم به شما و تلویزیون پرمخاطبتون. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. عرض شود که داستان محیط زیست توی ایران الان تقریباً، یعنی در واقع فعالین محیط زیست توی ایران تقریباً به یک مجرم تبدیل شد. یعنی به یک شکلی بعضی از فعالین که دارن واقعاً درست عمل میکنن، دولت جمهوری اسلامی این افراد رو مجرم میشناسه. اما چرا مجرم میشناسه؟ علت اصلیش اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر این مبنا قرار داده شده که هیچ کس، هیچ فردی فعالیت شخصی و انجیوی نداشته باشه. تمام فعالیت‌ها باید زیر نظر حکومت و زیر نظر دولت باشه. اما در خصوص شروع فعالیت هم، یا مثلا در خصوص این که چه اتفاقی افتاد برای من و چه فعالیت‌هایی رو انجام دادم، باید این رو عرض کنم خدمتون که خب قضیه محیط زیست و در واقع طبیعت یه خواستگاه قلبی داره برای من و همیشه وقتی که الان از دوران بچگی وقتی که توی طبیعت قرار می گرفتم یا می رفتم مسافرت، خیلی جلب می شدم من به طبیعت و اطرافم. در واقع وقتی شمال می رفتیم جنگل ها، اینو خیلی دوست داشتم. اما در واقع نقطه عطف داستان برمیگرده دوران 20 و چند سالگی من که شروع کردیم در واقع فعالیت های محیط زیست رو انجام دادن. چه فعالیت هایی؟ ببینید الان در طی دهه اخیر خیلی فضای مجازی انقدر گسترده شده، انقدر باز شده که ما میتونیم از طریق اینستاگرام، از طریق توییتر، از طریق فیسبوک اطلاع رسانی کنیم، دیدگاهامون رو به در واقع انتشار بدیم. 10-15 سال گذشته این شکلی نبود، به این ترتیب نبود و اصلا ما نمیتونستیم دیدگاهمون رو نشر بدیم، مردم ببینن، مردم بفهمن، یا ما در واقع برای مردم توضیح بدیم که چه هدفی داریم. اما هدف ما در خصوص فعالیت در محیط زیست به این ترتیب بود که ما نگاه میکردیم مثلا در خصوص خوش شدنی دریچه، اون اوایل دهه 90، دهه 90 شمسی رو عرض میکنم اگه خاطرتون باشه شما و بینندگان محترمتون، یک روند بسیار سریعی شروع شده بود در مورد خشکی دریچه ارومیه. اونم علتهای زیادی داره که شاید توی این وقت نگنجه که من برای شما توضیح بدم، اما علل اصلیش ایجاد سدهای متعددی بود که
در واقع روی رودخانه ها و رودهای جاری به سمت دریاچه ارومیه در واقع تأسیس شده بود یا بنا نهاده شده بود. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 90 بود، سال 91 بود که ما متوجه شدیم که دریاچه ارومیه در واقع هی سطح آب داره کاهش پیدا میکنه، میزان شوری آب خیلی بالا رفته. خب اینو از کجا متوجه میشدیم؟ بالاخره ما دوستانی داشتیم، همکارانی داشتیم توی شهر تبریز، شهر ارومیه. خب از طریق تلفن با هم در تماس بودیم، اطلاع رسانی میکردن و ما متوجه شدیم که اتفاق داره میفته واسه دریاچه ارومیه. این در واقع یک شروعی بود برای کار سیستماتیک ما. ما در واقع از این مقطع شروع کردیم خیلی جدی برای در واقع حفاظت کردن و اطلاع رسانی و به یه شکلی در واقع با دولت جمهوری اسلامی به مذاکره بشینیم که آقا این دریاچه ارومیه دریاچه چندین میلیون سال است، سومین دریاچه بزرگی که دنیاست و بزرگترین دریاچه کشوره، که بتونیم از طریق یک راهکاری پیدا کنیم مسئولین رو در واقع به این سمت سوق بدیم که مواظبت کنن از محیط زیستمون، از دریاچه زیبای ارومیه، و به این ترتیب فعالیت های ما شروع شد. ببخشید، یعنی شما با حسن نیت میخواستیم به اونا یه هشدار بدید که اگر شما خبر ندارید این منابع خوب و زیبا و طبیعی داره از بین میره، ولی غافل از این که این برنامه ها با اصطلاح هدف هایی که اتفاقا سوال من همین بود در رابطه با سد سازی. خب تمام جاهای دنیا ما میبینیم سد میسازن، خیلی هم خوبه، مردم خوشحال که آبرسانی میشه، ولی ایران الان واقعا دیگه داستانش برملا شده که این سدسازی ها اهدافی که پشتش بوده اصلا ضرر زده به ماجرای به اصطلاح آبرسانی و اینها، و یه جایی رو اصلا خشک کرده، یه جایی رو آبا رو تبدیل به آب شور کرده و مردم رو مجبور به مهاجرت کرده. شما یه مقداری در رابطه با این سدسازی های بیرویه و سوء استفاده و حتی فروش خاک که ما در خبرها دیدیم، خب اگه افرادی مثل شما نبودن شاید هیچ وقت این خبرها به بیرون درز نمی کرد، و بعدن ما ها شنیدیم که اینها حتی خاک رو به کشورهای عربی می فروشن، همون جایی که داریم می بینیم اونها دارن جزیره درست می کنن و خونه های گرون می فروشن حتی به هنرپیشه های آمریکایی و خارجی و اینها. یه مقداری درباره این سدسازی های بیرویه و فروش خاک در ایران برای ما توضیح بدید لطفا. ببینیم خدمت شما عرض کنم که ساخت سد طبق اصول باید انجام بشه. ببینیم اگر خیلی راحت و واضح بخوام برای شما توضیح بدم، وقتی که شما در بستر یک رودخانه یک سد ایجاد میکنیم، با تجمع آب پشت سد و با توجه به هوای نیمه خشکی که ما توی ایران داریم و گرمای نسبتا زیادی توی ایران داریم، این تجمع آب باعث میشه که آب تبخیر بشه. سدسازی در واقع تکنولوژی خوبیه، تکنولوژی بسیار خوبیه که سالها این کار داره انجام میشه، حتی قرنها این کار داره انجام میشه، اما این کار طبق اصول باید انجام بشه. در خصوص سدسازی ایران باید این خدمت شما عرض کنم که بزرگترین سازمانی که سدهای کشور رو میسازه در واقع قرارگاه خاتم‌الانبیا است. قرارگاه خاتم‌الانبیا که زیر مجموعه سپاه پاسدارانه هیچ گونه در واقع مدیریت و برنامه ریزی برای ساخت سدهاش نداره. تنها کاری که میکنن فقط یک سری پروژه های بدون علم، بدون دانش و بدون برنامه ریزی در واقع روی کاغذ میارن، تحویل دولت میدن و به قصد گرفتن بودجه از دولت چنین طرحهایی رو رونمایی میکنن و بعضا خیلی هاشون هم ساختن اما بدون پشتوانه علمی. ببینید من برای شما مثال میزنم، بزرگترین نمونه این سدسازی هاشون سد گتونده. سد گتونده روی رودخونه روی رود کارون زدن. ببینید یکی از پر آبترین رودهای کشور ما رود کارونه. در نقطه‌ای که از سال 76 اگر اشتباه نکنم این پروژه
صدگیتان شروع شد که فکر کنم 7-8 سال پیش آبگیری شد. اما نکته اینجاست، سالها همکاران من، دوستان من، از من قدیمی تر به مسئولین در واقع محیط زیستی هشدار میدادن که آقا روی رودخانه کارون، روی رود کارون نباید تو این قسمتی که شما هدف دارید سد بسازید، نباید بسازید. چرا؟ به چه علت؟ دیواره های اون بخشی که الان در واقع سد گردن ساخته شده، دیواره های رودخونه سنگ از سنگ های نمکی ساخته شده، یعنی اون سنگ های دیواره رودخونه از نمک ساختارش نمکینه. وقتی که شما سد رو آبگیری میکنید، سطح آب بالا میاد، این نمک توی آب حل میشه و میزان بسیار بالایی از آب رو پشت سد شور میکنن. هرچقدر فعالین عزیز و دوستداران طبیعت این مسئله رو هشدار دادن، از مسئولین انکار شد و نهایتا این سد آبگیری شد. و اگر شما یه سرچ ساده توی گوگل بکنید متوجه میشین تمام نخلستان‌های زیر دست این سد، همه یه نخلستان ها نابود شدن، فقط به این علت که به خاطر دریافت بودجه از دولت و پر شدن جیب عده مشخصی این سد رو ساختن. هیچ گونه استفاده ای نداره، هیچ گونه استفاده. یه بخش خیلی کمی شاید تولید برق داشته باشیم ما اونجا، ولی به لحاظ مدیریت منابع آبی در واقع ما بسیار بسیار تو این قضیه منفی عمل کردیم. بله، مخصوصا رودخانه کارون در خوزستان، من خودم اونجا خدمت کردم، از لحاظ کشاورزی و دامداری و اینها نشون میدن، حتی خودشون و گاهی وقتی هم صحبت میکنن. حالا بیان صحبت کنیم و سوال کنیم که چرا حکومت جمهوری اسلامی و حکومت ملاها با افرادی مانند شما به اصطلاح اینجوری برخورد میکنه. خب افراد دیگه هم هستن ایراد میگیرن، یعنی میخوام ببینم چه مشکلی دارن اینها با اینکه افرادی مثل شما فعال محیط زیست باشن و چرا شما رو زیر ذره بین بردن. هر چقدر که من باید از این قسمت شروع کنم برای شما که ابتدا به ساکن فعالین محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع کار نیستن، ممنوع فعالیت نیستن. فعالیت های ما کاملا قانونی، کاملا بشر دوستانه، کاملا در واقع در جهت احیای طبیعت بوده و هست. اما در واقع ایرادی که جمهوری اسلامی به چنین فعالینی میگیره نشأت گرفته از این هست که سیاست های جمهوری اسلامی بر پایه امنیتی بودن، یعنی نگاه جمهوری اسلامی به همه شاخه های فعالیت محیط زیستی نگاه امنیتیه. چرا؟ من اصلا اینو متوجه نبودم، چون روزی که ما داشتیم این کار رو انجام میدیم، فعالیت میکردیم، سفر میکردیم، کبیرهای ایران سفر میکردیم، جنگلهای ایران رو سفر میکردیم، اون روزی که ما این کار رو انجام میدیم اصلا بخش امنیتی بودن کارمون خبر نداشتیم. اما چرا امنیتی؟ به این علت که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که شاخه نظامی و بازوی نظامی جمهوری اسلامی در تمام مناطقی که خیلی جمع، در واقع اینجوری براتون میگم که جمعیت کم داشته باشه و مسکونی نباشه، توی اون مناطق همیشه در حال فعالیت‌های مشغول شد. الان اگه شما در همین چند وقت اخیر اخبار رو نگاه کنین، هر روز شما توی اخبار متوجه میشین که ایران جمهوری اسلامی توی یکی از این مناطق کبیری، مناطق جنگلی، یک سایت موشکی ساخته یا داره فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای می‌کنه. یعنی جایی نیست که شما نگاه کنین جمهوری اسلامی کار مخفیانه‌ای نکنه. اما مشکل جمهوری اسلامی با بچه‌های محیط زیست و بچه‌های فعالینی که توی این زمینه فعالیت میکنم این بود که چرا شما سر خود و بدون اجازه پا میذارین توی مناطقی که حفاظت شده است. حفاظت شده و معنی حفاظت محیط زیست به معنی این که تحت نظر نیروهای نظامیه، و چرا شما با دوربیناتون میریم. آخه ما یک سری دوربینهای خیلی تخصصی داشتیم که اینا رو کار میذاشتیم توی در واقع مناطقی که حد
میزدیم. مثلا ما تو کبیر سمنا میرفتیم، در یه آبشخوری درست کرده بودیم که یوزهای ایرانی بتونن، چون منطقه کبیری بود آب خیلی کم بود، یوز ایرانی خودتون میبینید در معرض انقراض. منظور تو یوز پلنگ های یوز پلنگ ایرانی بله. آبشخورای ما درست کرده بودیم که این یوزها بتونن بیان استفاده کنن. ما نزدیک همین آبشخور دوربین نصب کردیم که رصد کنیم، تعداد اینا رو رصد کنیم، داشته باشیم که در واقع نحوه بچه دار شدنشون و بیمار شدنشون و خدای نکرده زخمی شدنشون داشته باشیم. یکی از گیرهایی که در واقع سپاه پاسداران میاد میگفت شما این دوربین ها رو به جهت این دست کردیم که میخواییم جاسوسی کنیم برای دولت های بیگانه. تازه ما اونجا بود که متوجه شدیم چرا دارن به ما گیر میدن، چرا نمیذارن ما فعالیت کنیم، و تازه متوجه شدیم که داستان اصلا به چشم امنیتی داره نگاه بهش. خیلی جالب شد اون آقایی رو که از بین بردن، اون رو بهش تهمت زده بودن که شما جاسوس اسرائیل هستین. بله، در صورتی که این کاری که شما میگید اینجا رسمه، خیلی ها حتی توی حیات منزلشون دوربین میذارن بعد که ببینن مثلا حیوانایی که میان میرن چجوری زندگی میکنن، و یه نوع تفریح شده برای مردم و ضمناً کمک میکنه به محیط زیست بدونن چه کار کنن که مزاحم زندگی اینها نباشن. ولی از نظر حکومت جمهوری اسلامی شماها دارید جاسوسی کارهایی رو میکنید که اونها نمیخوان دیگران متوجه بشن. دقیقاً حرف بله، خیلی ممنون، حرف شما درسته. تمام مشکلی که جمهوری اسلامی با ما داشت انگ امنیتی بود، انگ جاسوسی بود. در واقع روزی که من دستگیر شدم به من تهمت جاسوسی دادن برای دولت متخاصم. کی شما رو دستگیر کردن و علت و نحوش چی بود؟ حالا علت چی که گفتید شما رو؟ بله، ببینین از سال 96، از بهمن و اسفند 96 دولت جمهوری اسلامی تمام هموغمش رو گذاشت برای دستگیری فعالین منتظر. یعنی 4 سال قبل، تقریبا 3 سال خورده. بله. که هنوز ما داریم آقای هومنه جوکار، خانم بیانی، خانم کاشانی، آقای تاخباز هنوز تو زندان هستن. برای اینا حکم ارتداد صادر شده بود. بله، ارتداد همون مرتد بودنه و حکمش هم در اسلام به جرم جاسوسی برشون حکم ارتداد، در واقع به خاطر عمل جاسوسی میخواستن اعدامشون کنن، ولی به خاطر اینکه مردم پتیشن درست کردن، اعتراض کردن توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی توییتر اعتراض کردن، حکم اینا رو تعلیق کردن، ولی هنوز تو زندانن. اما نکته اینجاست که آقای کاووس سید امامی هم در زندان بود، ایشون به اعدام محکوم نشده بود. اما شما خودتون بهتر از من میدونین، اطلاعات الان به شکل خیلی با یک سرعت بسیار بالایی توی دنیا در حال جابجایی هست، شما بهتر از من شاید بدونین آقای کاووس سید امامی رو در زندان به قتل رسوندن. هرچی ما اعتراض کردیم، هر چقدر ما صحبت کردیم، هر چقدر خواهش کردیم که توضیح بدیم چی شد، گفتن خودکشی کرده. ما نظیر این در واقع خودکشی ها رو در زندان اوین زیاد داریم، در زندان های ایران زیاد داریم. آقای مشهدی، این وسط به اصطلاح سازمان های مثل صلیب سرخ یا سازمان های مثل عفو بینون مللی، اینها آیا اجازه دارن با افرادی که بازداشت میشن یا با شما که مثلا در زندان بودین دیداری داشته باشن، یا این رو هم یه جوری به اصطلاح جمهوری اسلامی چیز میکنه که مثلا هیچ کس نتونه با شماها تماسی داشته باشه؟ چون من مایل بودم این علت دستگیری شما، نحوه دستگیری شما، شما گفتید که سال 96 و شما رو هم باز به جرم جاسوسی و اینها، ولی این وسط سازمان های بین المللی چه کار میکنن؟ فعالیتی دارن یا جمهوری اسلامی تونسته یه جوری اونها رو هم منحرف کنه؟ در ظاهر امر جمهوری اسلامی پرچم دموکراسیش بالاست، در ظاهر امر به اسم دموکراسی اسلامی، و زیر این پرچم دموکراسی اسلامی اعلام میکنن که زندان های ما در واقع ندامتگاه، ولی از نظر ما کشتارگاهه. ما نمونه های زیادی داریم تو زندان های ایران که بعضا محکومین بودن، بیشتر هم محکومین سیاسی، محکومین بودن که مثلا حکم های 5 ساله، 7 ساله، بعضا 15 ساله داشتن، ولی اینا توی زندان کشته شدن. وقتی که پرسجو میکنیم
اعلام میکنن که به خاطر نیروهای دست جمعی. اما فرمایش شما در این خصوص که فرمودین سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر آیا دسترسی دارن به زندانی‌های سیاسی، من باید برای شما عرض کنم خیر. چرا؟ چون زندانیان سیاسی بعضن توی اون تایمی که سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنن بیان از زندان‌ها دیدن کنن و گزارش تهیه کنن، اونا این زندان‌های سیاسی رو به محل‌های دیگری می‌برن، بازداشتگاه‌های امن دارن در سطح شهر تهران، در همه این شهرها، اما در سطح شهر تهران رو من میدونم، چون من خودم در یکی از بازداشتگاه های اطراف کرج منو برده بودن. من تو زندان اوین نبودم. من در وقتی که اون روزی که من رو از ماشین چشم بسته ساعت 4 صبح توی بیابون های اطراف کرج پیاده کردم، بعد از 15 روز بیخبری که من نمیدونستم کجا هستم، من از اتوبان در واقع از تابلوی اتوبان تهران کرج متوجه شدم که اونجا من زندان اوین نبودم. میدونم که زندان اوین نبودم چون یه اتاق فقط من میدیدم. اما در نهایتا در جواب شما باید این رو عرض کنم که هرگز نهادهای حقوق بشری هیچ وقت موفق نمیشن که زندانی سیاسی رو از نزدیک ببینن. اگر زندانی های مالی رو ببینن یا بعدا زندانی میشه بگیم که جمهوری اسلامی باز هم موفق بوده تا امروز سازمان‌های حقوق بشری و اینها رو منحرف کنه و به اصطلاح حقیقت رو به اونا نشون نده. الان شرایط شما در سوئد چگونه است؟ فعالیت‌های شما چگونه است؟ یه مقداری از موقعیت کنونی خودتون برای ما توضیح بدید لطفا. من الان تقریبا میشه گفت 2.5 سالی که وارد کشور سوئد شدم. در مقطع کنونی خیلی فعالیت خاصی ندارم، در واقع فعالیتم فقط پیوند خورده به صفحه توییتر من. از طریق توییترم خبررسانی میکنم، اطلاع رسانی میکنم، در واقع خبرهای محیط زیستی رو که میدونم مهم هست نشر میدم تا دوستداران محیط زیست در جریان امن قرار بگیرن. در ببینید، برای نمونه میخوام برای شما عرض کنم که هفته پیش مجددن جنگل های دامنه زاگرس دچار آتش سوزی شد. چندین ماه پیش جنگل های هیرکانی ما در شمال کشور که سابقه چندین میلیون سال داره دچار آتش سوزی شد، که دقیقا در همون مقطعی که جنگل های شمال کشور ما توی آتش میسوخت از بین رفت، میلیون ها هکتار، هزار نورا شاید بگم اشتباه گفتم، میلیون ها، صدها هزار هکتار از جنگل های ما به خاکستر تبدیل شد و تنها هواپیمای ایلوشین آب پاش کشور ما داشت توی آنتالیای ترکیه فعالیت میکرد. چون در همون، در واقع در همون زمان یکسان، اگر تو خبرها خونده باشیم، جنگل های آنتالیا هم دوچار، بله شنیدم، خیلی از دوستانم به اصطلاح چیز کردن. شما در توییتر وقتی فعالیت میکنید آیا اونجا هم مزاحم شما میشن، حالا یا به صورت کامنت تهدید بنویسن یا هک کنن؟ بله، مزاحم های در واقع سایبری که همیشه و همه جا هستن. جمهوری اسلامی یکی از بیشترین فعالیت هایی که داره در واقع توی بخش سایبریه. من توی پیج توییتر هم خیلی وقتا مشاهده میکنم، برای من توی پرایوت، توی خصوصی برام نامه مسیج میفرستن، متن میفرستن، تهدید میکنن. خب این چیزیه که ما سالها هست که باهاش طرفیم، سال هاست که با این مسئله داریم دست و پنجه نرم میکنیم، ولی خب این باعث نمیشه که ما از فعالیتمون دست بکشیم. من وقتی که داخل ایران بودم فعالیت میکردم، البته چند ماه آخر واقعا اجازه فعالیت به من نمیدادن، به شدت تحت نظر بودن، تا اینکه من بالاخره حالا به شکل غیر قانونی از کشور خارج شدم، چون نمیتونستم به شکل قانونی خارج بشم. ولی هستن در واقع افسران سایبری، به گفته خود نیروهای سایبری، افسران جنگ نرم همیشه توی فضای مجازی در حال کنجکاوی و کندوگاه هستن و همیشه در حال جاسوسی هستن از مهاجرین و از فعالین که خارج از کشور عمل میکنن، فعالیت میکنن. نمونه بارزش روح‌الله زم بود، دیدین که به چه شکل. شما خودتون، بله اتفاقا من میخواستم همین سوال رو بپرسم، چون هم در کشور سوئد هم کشورهای دیگه یه مقداری مشکل‌تر شده شرایط افرادی مانند شما،
برای اقامت اونجا و از طرفی آسونتر شده برای جمهوری اسلامی که این افراد رو برگردونه به ایران، حالا به هر طریقی که شده. شما الان وضعیتتون اونجا به چه صورت هست و آیا احساس خطر میکنید یا نه؟ خب نه، خوشبختانه دولت سوئد، در واقع کشور سوئد، کشور امنیه، دولت منسجمی داره، کشور منسجمی داره و تروریست های جمهوری اسلامی خوشبختانه هنوز پاشون به کشور سوئد باز نشده. من اینجا احساس امنیت میکنم و راضی هستم از اینکه تو این کشور هستم. اما نهایتا من یک ایرانی هستم که دوست دارم برای کشور خودم فعالیت کنم، ولی مادامی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، من تصور نمی کنم که به خواسته قلبی خودم برسم و بتونم توی کشور خودم فعالیت کنم و ترجیح میدم که فعلا دور باشم، به این علت که واقعا ترسناکه. جمهوری اسلامی دولت ترسناکی، دولت خشنی، حکومت خشنی. من ممنونم از شما، خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و باز همونجوری که گفتم اگه دوستان سوالی یا نظری دارن لطف کنن یا مستقیما با شما از طریق توییتر تماس بگیرن یا سوالاتشون رو ارسال کنن، ما با شما مطرح میکنیم و میخوام این قول از شما بگیرم که در آینده هم مهمان برنامه ما باشید. حتما حتما. خیلی ممنون، اگر باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و به امید دیدارتون باشیم در برنامه های آینده. سلامت باشیم. خیلی برنامه تشکر میکنم از شما بابت برنامه پر مخاطبتون و اینکه انقدر اهمیت میدین به مسئله محیط زیست که دوست داشتین که با بنده حقیقی در این مورد صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. با آقای علیرضا مشهدی بودیم، فعال محیط زیست، ایشون در سوئد هستند و بهترین ها رو برای ایشون آرزو میکنیم. ممنونم، تشکر میکنیم که دعوتون رو پذیرفتن و برنامه ها رو پی میگیریم. شما هم اگر سوالی یا نظری دارید حتما با ایشون یا با ما تماس بگیرید. خیلی ممنون آقای مشهدی، مرسی عزیزم. دوستان عزیز، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر با شما خداحافظی میکنیم. مرسی.